دو تا بازی که اگه تجربهش بکنید از جنگ جهانی و اتفاقایی که توش افتاد با خبر میشید. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ به کانال اسلام عبداللهی خیلی خیلی خوش اومدید. امروز اومدم دو تا بازی خیلی خفن رو بهتون معرفی بکنم که اگه تجربهش بکنید شما رو تبدیل به سرباز جنگ جهانی میکنه، شما رو به اونجا میبره، میتونید باش همزادپنداری بکنید و از تمام آداب و رسومی که سربازا در اون موقع ازشون استفاده میکردن آگاه و باخبر بشین. خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا میکنین و با ما همراه هستین. لایک رو بزنید، کامنت بذارین، اگه ساب نکردین ساب کنین، اگه ساب کردین زنگوله رو بزنین، اگه زنگوله رو هم زدین دمتون گرم که ایشالله از ویدیوهای آیندهمون هم باخبر بشین. بدون فوت وقت بزنید. بازی اول ما اسمش هست Call of Duty World at War. این بازی سال 2008 برای PS3, Xbox 360 و PC عرضه شده. این بازی از بخش چند نفره و تک نفره تشکیل شده که موسیقیش به شدت جذابه، داستانش به شدت عمیقه و اون حس جنگ جهانی دوم رو بهتون منتقل میکنه و یکی از بهترین و زیباترین بازی های نشوندنده جنگ جهانی دوم هستش. از طرف شرکت اکتیویژن پیشنهاد میکنم حتما یه بارم که شده تجربهش بکنید. بازی دوم اسمش هست Battlefield V که برای PS4, PC, Xbox One عرضه شده توی تاریخ 4 سپتامبر 2018. این بازی توی سایت متا نمره 81 رو گرفته که خیلی نمره خوبی برای یه بازی اول شخص شوتر است و مهمترین چیزی که وقتی شما وارد این بازی میشید میفهمید اول از همه همون داستان زیباست، دوان موسیقی دلپذیر و ساوند افکت ها و افکت های صوتی که برای بازی کار گذاشته شده، گوینده ها و گرافیک بازی که از همون اول شما رو با خودش درگیر میکنه، به طوری که هنوز که هنوزه این بازی جزو یکی از پرگرافیک ترین بازی های اول شخص شوتر حال حاضر صنعت گیم هستش. هنوز که هنوزه خیلی پرفروشه و میتونیم بگیم که جزو بازی های موفق سری Battlefield بوده. پیشنهاد میکنم این بازی رو هم یه بار که شده تجربهش بکنید، گرچه ارزش بیشتر از اینا بوده. خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردین. لایک کنید، کامنت بذارین، سابسکرایب کنید اگه نکردین، زنگوله رو بزنین اگه نزدین تا از ویدیوهای آیندهمون هم با خبر بشین. تا ویدیو بعدیمون فعلا خدافظ.